چهارمین روز آذر ماه برابر با 25 نوامبر سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان. از سال 1981 در 25 نوامبر هر سال این روز به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شد. این روز با هدف یادآوری عزمی همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب گردیده است. شورای عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999 نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی برای رفع خشونت علیه زنان تصویب کرد. این تاریخ به دلیل حدوث قتل وحشیانه 3 تن از خواهران میرابال که فعال سیاسی اهل جمهوری دومینیکن بودند در نظر گرفته شد. خواهران میرابال 4 خواهر فعال سیاسی در جمهوری دومینیکن بودند که 3 نفر از آنها در زمان مبارزه با دیکتاتوری رافائل تروخیو توسط عمال او به قتل رسیدند. پاتریا مرسدس میرابال، ماریا آرژانتینا مینروا میرابال و آنتونیا ماریا ترزا میرابال که توسط حکومت تروخیو ترور شدند و آدلا دده میرابال در روزی که خواهرانش به قتل رسیدند زنده ماند و جان سالم به در برد. سال 1345 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، در گذشت جبار باغچبان، بنیانگذار مدارس استثنایی در ایران که در قفقاز به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات در یک مدرسه در ایروان به تدریس مشغول شد. تدریس او باعث شکفتن استعدادهای نهفتهش گردید و پس از کسب تجارب فراوان و ابداع برنامه‌های خوب به ایران بازگشته، اولین کودکستان ایرانی را به نام باغچه اطفال در تبریز تأسیس کرد. در همان سال 3 کودک ناشنوا در این مدرسه ثبت نام کردند و این آغازی بود برای تلاش باغچبان تا بتواند سخن گفتن را به این کودکان بیاموزد. او برای تعلیم خواندن و نوشتن برای کودکان و نوسوادان روش تعلیم الفبا را که امروزه در سراسر کشور رایج است به وجود آورد. او همچنین اولین مدرسه کودکان ناشنوا را در تهران تأسیس کرد. جبار باغچبان برای هموار کردن راه زبان آموزی کودکان ناشنوا راهی را پیمود که اکنون در سراسر جهان با نام الفبای گویای باغچبان و به عنوان مترقی ترین روش شناخته شده است. با تلاش ارزنده و مسئولانه او بود که ناشنوایان ایران توانستند با دنیای اطراف خود و انسانهای دیگر تماس برقرار کنند. همچنین اختراع تلفن مخصوص برای استفاده کرولال ها و تأسیس مکتب نصفان از جمله ابتکارات دیگر اوست. سال 1363 خورشیدی برابر با 1631 میلادی، در گذشت استاد محمود کریمی، استاد آواز ایران که در عرصه موسیقی ایران شخصیتی بی‌نظیر و استثنایی بود. او سالها به تدریس ردیف آواز در موسیقی ایران پرداخت و هنوز هم ردیف آوازیش بهترین ردیف برای آموزش آواز و مرجع خوانندگان است. جایگاه محمود کریمی از این نظر یگانه است که شاید در موسیقی ایران برای اولین بار کسی که خواننده حرفه‌ای نبوده است و کنسرت رسمی نداشته است چنین مورد تایید قرار گرفته و به عنوان مرجع موسیقی دانان شناخته و پذیرفته شده است.